اما زندگی پرشور هنرمندانی در دنیا همچون میکلانج یا ونگوک دستمایه خلق رمان‌های بزرگ شده. رمان سامرس موام، نویسنده بزرگ انگلیسی که با الهام از زندگی پل گوگن نوشته شده، از این دست است. این رمان با نام‌های ماه و شش پژیز و ماه و شش پنی به فارسی ترجمه شده. نگاهی خواهیم داشت به این اثر همراه با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، با کارنامه این نویسنده آغاز کنیم. بله، سامرس موام در 1874 متولد شد و در 1965 درگذشت. البته کودکی خوبی نداشت. پدرش وقتی که او در پاریس به دنیا آمد، چون پدرش در اونجا کار میکرد، و بعد اما پدرش وقتی که مادر او وقتی که او 8 سال داشت درگذشت، پدرش هم 3 سال بعد درگذشت. و در یک عمویی بود که روحانی بود، سرپرستی او رو به عهده گرفت و به دوران بسیار سختی بود برای این نویسنده. به هر حال پزشکی خوند، در لندن تمام کرد، اما اولین اثری که رمانی که چاپ کرد بسیار موفق بود. بعد از اون هم او دیگه فقط به کار حرفه‌ای نویسندگی، به طور حرفه‌ای به کار نویسندگی پرداخت. در جنگ جهانی اول هم راننده آمبولانس بود، در جبهه ها بود و اون رمان پیرامون اسارت بشری رو با الهام از اون جنگ نوشته. بعد از کسانی بود که آثار او از جمله همین رمانی که گفتم رمان لبه تیغ ایراد بسیار بالایی داشت. میلیون ها نسخه از داستان های او و نمایشنامه های او چاپ میشد. نمایشنامه های او مرتب بر صحنه میرفت. در زمان خودش نویسنده بسیار موفقی بود. برخی از آثارش رو با الهام از زندگی افراد واقعی نوشته، مثل همین ماه و شش پشیز که شما گفتید. خب، به این کتاب اشاره کردید آقای سرکویی، این کتاب چه تصویری از شخصیت اصلیش به دست میده؟ نخست اینو بگم که پرویز داریوش، مترجم بسیار خوب ما، ماه و شش پشیز رو، این کتاب رو با عنوان ماه و شش پشیز پیش از انقلاب، سالها پیش از انقلاب ترجمه کرده بود. کتاب همون موقع هم بسیار پرفروش بود، بارها ترجمه چاپ شد و بعد هم یه ترجمه دیگری از اون در اومد با عنوان ماه و شش پنی، شهرزاد بیات موحد این ترجمه رو کرده. برحال کتاب همونطور که گفتم با الهام از زندگی گوگن هست. گوگن که میدونیم در دورانی او، ونگوک، پیزارو، سزان، در دورانی که امپرسیونیسم در اوج بود، البته گوگن از امپرسیونیست ها جدا شد، اما امپرسیونیسم در اوج بود و در زندگی پرشوری در پاریس جریان داشت و آدم ها به خاطر همه چیز رو فدا میکردن تا زیبایی و حقیقت رو کشف کنن و حقیقت درون خودشون رو در قالب زیبایی و هنر بسیار بازتاب بدن. گوگن میدونیم که زندگی مرفعی داشت، دلال بورس بود، پولدار بود، اما همه رو رها کرد. با پیزارو نقاش بزرگ امپرسیونیست بود، همه اینا رها کرد از سن 35 سالگی و شروع کرد به نقاشی کردن به طور حرفه‌ای. و بعد هم اون داستان رابطش با ونگوک بسیار مشهور هستش که ونگوک تابلو صندلی او رو هم کشیده و به هر حال بعدن رفت به هایتی، بعد رفت به این جزایری که اون موقع در مستعمره فرانسه بودن، در جنوب اقیانوس آرام، و اونجا زندگی کرد و بیشترین نقاشی‌هاش رو خلق کرد. در پایان عمرش با بیماری و تنگدستی روبرو بود. به هر حال نحله جدیدی در نقاشی خلق کرد، در واقع پس از امپرسیونیست ها آماده سازی برای سمبولیسم و دیگر سبک‌های هنری. حالا این که رمان بر اساس زندگی او نوشته شده، اما در این رمان ما در واقع داستان از اونجای شروع میشه که یک شخصیت اصلی رمان که به نام چارلز سوزن ترک کرده، زن و فرزندش، دو فرزندش رو، و به او میگه که من دیگه به اصطلاح از استودیو میرم و در پاریس زندگی میکنم. همسر او یک نویسنده رو میفرسته تا با او ملاقات کنه، اون رو قانع کنه که به زندگی معمولی برگرده، و این رابی در هتل با او ملاقات میکنه. رمان از نگاه او نوشته شده، از نگاه این نویسنده ای که میره با اون بسا شخصیت اصلی ملاقات بکنه. رابی در هتل با او ملاقات میکنه، با هم بحث میکنن و اون جمله مشهور رو میگه که من مجبورم نقاشی کنم، میخواهم نقاشی کنم. و به هر حال در این رمان ما اون تلاش شخصیت اصلی رو میبینیم برای که حقیقت درونی خودش رو بر بکشه و همه قواعد زندگی معمولی رو به خاطر این زیر پا بگذاره. فرج سرکویی ما رو همراهی میکرد، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. منم از شما متشکرم.